پس از مسدود کردن مرزها دولت محافظ کار اتریش روز چهارشنبه نیز از تعیین سقف مشخص برای پذیرش سالانه پناهجو در این کشور خبر داد مقامات این کشور میگویند در سال جدید تنها 37500 مهاجر را خواهند پذیرفت مقامات برخی از ایالات آلمان نیز با توجه به این تصمیم وین وی از دولت آلمان خواسته ان سخف مهاجران برای این کشور را به دویست هزار پناهجو کاهش بدهد بحران پناهجویان در اروپا از جمله موضوعاتی است که در نشست داووس در سوئیس در دستور کار سران کشورهای اروپایی قرار گرفته است سیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان بستن مرزها توسط کشورهای مختلف را آغازگر یک فاجعه اقتصادی میداند و میگوید تعداد مشاغلی را که بازگشت به مرزهای بسته از بین خواهد برد خیلی آسان می توانیم محاسبه کنیم اما اتریش از اتحادیه اروپا کمک خواسته است و این درخواست کمک قابل توجیه است یونان به تصمیم اتریش و برخی دیگر از کشورها از جمله مقدونیه برای بستن مرزهایشان اعتراض کرده است مقامات یونان میگویند مرزهای این کشورها زنجیره به هم متصل شده و اگر همه کشورها مرزهایشان را برای جلوگیری از ورود پناهجویان ببندند صدها هزار مهاجری که از یونان سفر خود به سمت اروپا را آغاز می کنند، در این کشور میمانند.